مثلا میگه که شما باید 45 درصد کل پولتون رو در استاک مارکت بذارین 35 درصد رو در پراپرتی بذارین 10 درصد استارتاپ و 10 درصد هم فیکس اینکام حالا اگر یه آدمی درآمد بیشتری در ماه داره میتونه ریسک بیشتری بپذیره و میتونه بیشتر به سمت استاک مارکت بره 45 رو به سمت 55 یا حتی 65 ببره یه آدمی که میخواد کمتر ریسک بکنه میتونه پراپرتی رو نسبتش رو در سبد سرمایه گذاریش بیشتر بکنه خب یه مسئله دیگه که باید بهش دقت بکنین اینه که این سرمایه گذاری ها چقدر در مسیر رسوندن شما به اهدافتون قرار دارند. همونطور که میدونین ما باید اهداف رو به دو دسته یه اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت تقسیم بکنیم شما باید سرمایه گذاری رو انجام بدین که در راستای اهدافتون باشه بنابراین وقتی که میخواین تصمیم بگیرین که مثلا در ملک سرمایه گذاری بکنین یا در بازار طلا خب به این نگاه میکنین که در داخل ایران برفرض دولت جلوی این رو میگیره که قیمت طلا یا قیمت ارز خیلی بالا بره الان مدت هاست که قیمت سکه و قیمت دلار تغییر آنچنانی نکرده و در حالی که مثلا همین الان ظرف چهار ماه اخیر در اروپا و آمریکا قیمت طلا در 30 درصد رفته بالا قیمت سکه در ایران هم هولوش یک میلیون تومن باقی مونده بنابراین سرمایه گذاری هایی رو انجام میدیم که در راستای اهداف ما باشه و ما رو بتونه به اهدافمون برسونه این اهداف به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم میشن اهداف کوتاه مدت مثلا میتونه باشه که مثلا مدل میخواد می یه سفر خیلی لوکس بریم و یه جایی رو که تا حالا تو زندگیمون ندیدیم رو بریم ببینیم یه هفته استراحت بکنیم و ریلکس بکنیم یا میتونه هدفمون این باشه که از اجاره نشینی خلاص بشیم یه خونه شیکی بخریم و یه زندگی خوبی برای خودمون و خانوادهمون بسازیم شما به من بگین که اولین چیزی که دلتون میخواد در زندگیتون تغییر بدین چی میتونه باشه بهش فکر بکنین آیا دوست دارین مثلا یه قرضی رو آه, که گرفته بودین پس بدین آیا دوست دارین که در مثلا حالت بدهی هستین و دوست دارین بدهیاتون رو تصفیه بکنین آیا شهریه واسه ثبت نام مثلا دانشگاه خوبی واسه بچهتون میخواین پرداخت بکنین یا هر چیز دیگه ای به این فکر بکنین که هدف کوتاه مدت شما چی میتونه باشه سرمایه گذاری به شما این کمک رو میکنه که در گام اول به این اهداف کوتاه مدت دست پیدا بکنید بعد در گام دوم میریم سر وقت اهداف بلند مدت اهداف بلند مدت در نهایت این هستش که ما رو به یک آزادی مالی برسونه آزادی مالی یعنی چی یعنی ما به اون نقطه ای برسیم که وقتی میخوایم یک چیزی رو تهیه بکنیم یک آرزویی رو برآورده بکنیم برای خودمون یکی از اهدافمون رو تیک بزنیم دیگه نگران این نباشیم که هزینهش چقدر میشه آیا ما میتونیم اون رو پرداخت بکنیم یا نه اگر اون رو پرداخت بکنیم یه وقتی از بقیه مثلا چیزایی که دلمون میخواد بهش برسیم باز نمونیم برای اینکه ما به این آزادی مالی برسیم و بتونیم زندگی خیلی خوبی برای زمانی که خودمون بازنشسته میشیم فراهم بکنیم بتونیم بچه هامون رو براشون پس خوبی کنار بذاریم براشون آینده خوبی بسازیم بتونیم برای پدر و مادر پیرمون زندگی مناسبی تهیه بکنیم ما نمیتونیم صرفا روی یک منبع درآمد تکیه بکنیم باید حتما چند منبع درآمد داشته باشیم و باید درآمدهامون از منابعی باشن که یک بخشش کم ریسک باشه که خیالمون راحت باشه از بین نمیره یه بخشش با ریسک بیشتری باشه مثل بازار سهام که میدونیم ریسک بیشتری رو قبول میکنیم به خاطر به دست آوردن بازده بزرگتر آدمایی که ریسک نمیکنن مثل آدمایی میمونن که همیشه توی ساحل یه جا نشستن خب اون آدم هیچوقت به هیچ جا نمیرسه تا زمانی که کشتی از ساحل جدا نشه نمیتونه به یک مقصد جدیدی بره بنابراین ما باید یک مقدار ساحل آرامشمون رو ترک بکنیم احتمالا شما این گزینه آزادی مالی رو قبلا هم شنیدین ولی دقیقا این آزادی مالی چطور ساخته میشه آزادی مالی بر اینکه بهش برسیم باید سه استیج رو سه مرحله رو قبل از اون طی بکنیم مرحله